در شرایطی که به گفته کارشناسان و مقامات نظام فاجعه کرونا در ایران بیداد میکنه، آخوند روحانی امروز در ستاد کرونا صحبت کرد. روحانی چه توضیحی درباره این وضعیت داد؟ راه برون رفتی که روحانی بهش اشاره کرد چه بود؟ برای بررسی علیرضا مدنچی امروز همراه ما هستن. سلام میکنم به شما. روحانی درباره همین وضعیت فاجعه بار کرونا که گفتم و علت پیداییش در صحبت‌های امروزش چی گفت؟ خب طبعا نباید انتظار داشت و فکر کنم که هیچ کس از مردم ایران هم انتظار نداره که روحانی یک کلمه راست از دهنش بیرون بیاد. بله. اصلا تبحرش اینه که دروغ بگه و در دروغهایی که میگه یک جز حتی راست و منطبق با واقعیت در اون پیدا نشه. اما خب از اونجایی که همونطور که شما اشاره کردید سراسر کشور الان در آتش کرونا میسوزه و شمار تلفات و تعداد درگذشتگان از 110 هزار نفر داره فراتر میره و بنا به آمار مهندسی شده خود رژیم روزانه باز به همون رکورد بالای 200 برگشته، خب روحانی این رو نمیتونه انکار بکنه. و اما در مورد علل این قضیه که چرا یه همچین وضعیت اتفاق افتاد، تماما دروغ میگه، تماما رو به مردم هست، فرافکنی میکنه و در حرفاش دریغ از یک ذره احساس شرم، دریغ از یک ذره احساس انسانی نسبت به این همه هموطنانی که زن و مرد و کودک و پیر و جوان هر روز پرپر میشن در خونه ها، در بیمارستان ها و هیچ فریادرسی هم ندارند مطلقا. خب بنا به گفته های امروز روحانی به مشکلات و به اصطلاح به علل قضیه که اشاره میکرد، اولا تماما رو به مردم بود، همونطور که عرض کردم فرافکنی کرد، گفت سه تا علت رو برشمرد. یکی این که مردم رعایت نکردند، مردم پروتکل ها رعایت نکردند، دستورالعمل ها رو رعایت نکردند، ماسک نزدن و اینجوری شده. دوم ما هم نظارت نکردیم. نظارت بر چی؟ نظارت بر این که مردم رعایت بکنند، یعنی باز رو به مردم. و عامل سوم هم این که خب کسی که تستش مثبت شده و باعث 14 روز در خونه بمونه، این فقط یک هفته میمونه و بعد بیرون میاد، اینم باز رو به مردم. هیچ اشاره‌ای به این که خب رژیم خودش چی کار کرده، مطلقا در کار نبود، چجوری عادی سازی میکرده این قضیه رو، به اصطلاح کوچک نمایی میکرده اینا، و خود روحانی مشخصا چه نقشی داشته، مطلقا اشاره‌ای نبود. از قضا همین ها رو هم از زبان مردم و از زبان دیگران میگفت، گویی که دیگران این حرف رو زدن. مثلا میگفتش که بعضی ها فکر میکردند که این بیماری آمده و مثل یه چیزی مثل سارس هستش، یک بیماری هستش که دو سه ماهی چند ماهی میمونه و بعدش تموم میشه میره. خودش بارها گفتش که این مسئله مهمی نیستش. از خود خامنه‌ای که گفت که مسئله مهم نیست، بی خود بزرگش نکنین، تموم میشه و گذراست. خود روحانی هم بارها همین مضمون رو گفت. بله. و گفتش که 80 تا 85 درصد مردم خودشون مبتلا میشن و بدون اینکه خودشون خبردار بشن خوب میشن. یه چیزی مثل سرماخوردگی. الان همین ها رو داره از زبان مردم میگه و از قول مردم میگه. مردم میگفتن که هوا گرم بشود ما از این بیماری خلاص میشویم. احساس مردم این بود که این بیماری شبیه مثلا سرماخوردگی آنفولانزا. میبینید چقدر وقاحت و چقدر دناعت در این حرفا هست. یک کلمه اشاره نمیکنه که بابا رژیم و خود همین روحانی چقدر اصرار میکردن بر بازگشایی ها. و جالبه که وقتی که راجع به قرنطینه و بازگشایی اشاره میکنه، باز هم با پررویی و وقاحت تمام اینجوری وانمود میکنه و ادعا میکنه که گویا کشورهای دیگه اشتباه کردن و این کار درستی کرده. و چه اصراری میکردن بر همین مثلا انجام مراسم محرم، انجام عزاداری ها، علی رغم اینکه همه متخصصان خود رژیم حتی در ستاد کرونا میگفتن که آقا این آثار فاجعه باری در پی داره و الان این موج سوم و مشخصا قبل از همین موج سوم هم هشدار میدادن که این بازگشایی ها و مشخصا عزاداری های محرم و مراسم و آیین های مثلا تاسوعا و عاشورا عواقب وحشتناکی در پی داره و الان شاهد همون هستیم. این موج سوم و پیک سوم نتیجه همون با همون زمان بندی هایی که میگفتن دو هفته سه هفته و اینا، الان شاهد این هستیم.
و یک نکته اعتراف جالبی هم که روحانی در حرفاش گفتی بود که مردم لعن و نفرین میکنند. این لعن و نفرین میگفت، سعی میکرد که این رو یک به اصطلاح دعوای باندی جلوه بده که گویا باند رقیب هستش که اینجوری القا میکنه که به اصطلاح عامل و مقصر همین باند روحانی هستند و مردم این رو چیز میکنن، و سعی میکرد که این رو به اصطلاح القاعات باند رقیب جلوه بده، در حالی که مردم برای مردم اصلا چیز پوشیده ای نیستش که میدونن که این رژیم چطور آگاهانه و با سیاست‌های خودش اقدام کرد برای اینکه مردم رو به تنور کرونا بفرسته، به قربانگاه کرونا بفرسته. و این حرف مردم در هر تجمعی که دشمن ما همینجاست، بنابراین این تلاش‌های مذبوحانه روحانی هم راه به جایی نمیبره. اما اینکه روحانی چه راه کاری رو گفتید که پیشنهاد کرد، باز از همین این در میاد که مشکلات، که از اونجایی که مشکل مردم هستن به قول روحانی، بنابراین راه حل اینه که مردم ماسک بزنن، مردم رعایت بکنن، مردم بایستی پروتکل ها رو رعایت بکنن و ما هم سخت میگیریم و همون چیزایی که گفتن که گویا میخوان جریمه میکنن. در شرایطی که مردم نون ندارن بخورن، این حتی وعده دادن ماسک رایگان رو هم نداد، وعده این که مثلا یک بودجه اختصاص داده بشه بودجه اضافه به کرونا رو نداد مطلقا. بله، با توجه که فقط یک دقیقه فرصت داریم، فکر کنید که راه حل برون رفت چیه و مشکل پایه چیه؟ ببینید، برون رفت و راه حل برای این وضعیتی که هست از این که مشکل چیه. مشکل همین رژیمه، مشکل همین حاکمیته که مطلقا دشمن مردمه، مطلقا میخواد که با همین کلان تلفات کرونایی و این جنازه ها و این هایی که هر روز مشاهدش هستیم با اینها صد ببنده در برابر قیام. مشکل اینه، مشکل اینه که تمام امکانات و بودجه این مملکت صرف صدور ارتجاع، صرف جنگ افروزی، صرف سرکوب میشه و عامل و اهرم اصلیش هم سپاه پاسدارانه. بنابراین اگه از راه حل سوال میکنید، همون چیزیست که رهبر مقاومت گفتن که آقا این سپاه پاسداران که عامل همه این مصیبت هاست، یعنی ابزار دست دیکتاتوری ولایت فقیه هست، این باید منحل بشه و امکانات و بودجه سپاه هم در اختیار ستاد کرونا و در اختیار درمان این قضیه قرار بگیره. شما ببینید 1 میلیارد یورو اسمن اختصاص دادن به مبارزه با کرونا، اون هم بنا به گفته وزیر بهداشت درمان فقط 27% نصیب این شده، آنچنان که این طرف ناچار شده که رنجنامه بنویسه به قاسم سلیمانی، به جنازه قاسم سلیمانی، و معلوم نیست بقیه پول ها کجا رفته. هیچ وعده هم امروز روحانی تو حرفاش نداد. بنابراین از راه حل که میپرسید، اول نفی این حاکمیت و نفی این دیکتاتوری قرون وسطایی و ضد بشری، و بعد هم انحلال سپاه و اختصاص امکانات اون برای مقابله با کرونا. خیلی خیلی متشکرم از توضیحاتتون و برنامه تیک تاک رو همراه با بینندگان عزیز ادامه میدیم. قیام پیش رو که کارگزاران و رسانه‌های حکومتی هر روز نسبت به اون اعتراف می‌کنند، آنچنان وقوعش محتومه که خود پاسداران هم وحشت زده نسبت به اون هشدار میدن. یک نمونه در شبکه افق رژیم که هشدار میده خطر مجاهدین رو جدی بگیرین، چرا که ظرفیت مدیریت اعتراضات و پیوند گسترده با توده‌های مردم رو دارن، تا جایی که اگر خطر مجاهدین
با عملیاتشون در دهه 60 5 بود، الان با نفرت گسترده اجتماعی نسبت به رژیم و پیوستن مردم به سازمان پیشتازشون، خطر برای رژیم ضریب خورده و شده 50. به خودمون نگاه بکنیم، یعنی ما برگردیم به عنوان حاکمیت ببینیم چه کار داریم با این مردم میکنیم. تصور نکنیم که آقا فرقی نمیکنه مردم راضی باشن ناراضی باشن، سیر باشن گشنه باشن، مواجه با عدالت باشن مواجه با بی‌عدالتی باشن، هر روز خبرهای نگران کننده و ناامید کننده فساد و تبعیض و اینها رو، این جامعه سطح پذیرشش نسبت به یک جریان تروریستی با یک جامعه‌ای که این شرایط رو نداره کاملا متفاوته. یعنی این ما هستیم، من حاکمیت هستم که شرایط ترور رو فراهم شرایط رو فراهم میکنم برای اینکه اون وقت یک رفتار تروریستی که میتونه در 5 درجه شدت جمع بشه یهو بشه 50 درجه، چون ضریب پیدا میکنه تو اجتماع. درسته، چون ضریب پیدا. خطر بزرگی که رسانه ها به اعتقاد من و به ویژه سینما الان باید متوجهش باشن و مسئولین کشور باید متوجهش باشن اینه که آقا به حضرت عباس دیگه ماجرای مدل تروریست و منافقین و اینا رو فراموش کنید، اون که قابل کنترله. بیایید به مدل های جدیدتری که هیچ کس تضمین نداره تو کشور ما اتفاق نیفتاده فکر بکنیم. داریم روز به روز شرایط بدتری پیدا میکنیم و رسانمون نشسته داره تماشا میکنه. البته به گفته مردم در شبکه‌های اجتماعی باید به این کارگزار رژیم گفت نه 5 درسته و نه 50. نفرت مردم ایران از سراپای این رژیم از روز پیدایشش همیشه در بالاترین عدد ممکن بوده. اما اونچه که این مزدوران خامنه‌ای رو به این دست و پا زدن ها وادار کرده نزدیک شدن روز حساب و سرنگونی نظام ولایت فقیه. همیهنان عزیز، همراه بودید با برنامه تیک تاک. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.